چی میخوری بالاخره نازم؟ باید یا نون چیز بخوریم، آب بخوریم یا نه آب بریم اینجا، نه برق بریم اینجا، همه مریض، همه کثیف. میرم میگم آقا آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، فصل نونم که نه، بس هوا بخورن. سلام، میخوایم با همدیگه فیلم یه مصاحبه رو ببینیم. پیشنهاد میکنم حتما تا آخر همراهمون باشید. این فیلم مربوط به ایران همین 50 سال پیشه، زمان حکومت پهلوی، زمانی که جمعیت ما زیر 40 میلیون بود، رفیق آمریکا و انگلیس بودیم و خبری از تحریم نبود. به مظلومان جهان و حزب الله و یمن هم کمک نمی‌کردیم و به قول بعضیا کشور اونقدر صنعت و تولید داشت که کارگر بیکار وجود نداشت و حتی از خارج نیروی کار وارد می‌کردیم. در کل این مصاحبه مربوط به دورانیه که بعضیا میگن گل و بلبل بوده. بریم ببینیم. چی میخوری بالاخره نازم؟ باید یا نون چیز بخوریم، آب بخوریم یا بخور بچه ها نونه آب رو بزن رو چرا آب جوش بیا منتلیف کنیم تو. حالا هر روز به ما میگن مردم از روی شکمسیری پهلوی رو کنار زدن و انقلاب کردن. آره اونقدر نون و آب تلیت میکردن میخوردن که شکمشون سیر سیر بود. نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف. اینجا محیطش خرابه، یارو بچهش میفرسته انگلیس درس میخونه، فرانسه درس میخونه، ایتالیا درس میخونه، بچه ما تو خرابه درس میخونه، توی آشغالا، توی خرابه ها. بالاخره بیاد آقای، ما هم دین شما هستیم، هم زنگیل شما هستیم، بالاخره هم نوع شما هستیم، ما هم مسلمانیم، مال آب خاکیم. بیاد اینجا یه وضعی به زندگی ما، به بدبختی ما بندازی. تو ما توی کثافت، توی این بدبختی، توی این بیچارگی، بچه‌هامو، خودمو، زنمو، همه‌مو داریم توی گند و کثافت داریم اکیس می‌بینیم. جمعیتی که اینجا هم زن و بچه دارن، والله به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی می‌کشن. ما میرم سر میدون کارگریم دیگه، اسممون کارگرم، مثل گیدا وامیزم دستمونو بغلمون می‌کنیم، دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن و بچه. اونا گریه می‌کنن، ما گریه می‌کنیم. یک کار بکنین که به فریاد ما برسن. اینم از وضعیت بعضی از مردم که توی خرابه ها زندگی میکردن و بیکار بودن. حالا میان میگن زمان پهلوی اونقدر شغل وجود داشت که حتی از خارج نیروی کار وارد میکردن. درآمد من نمیتونم با این وضعیت زندگی بکنم، یعنی گوشت نمیتونم بخورم، مجبورم پنیر هم میخوام بخورم که کیلو 16 تومنه، مجبورم نون خالی با بالاخره کار دیگه نمیتونم بکنم. مردم چیکار میکنیم؟ خب نون خالی مون مرغوب دام چه گفته های دکتر زدن، گفتن پروتکل نخورین، گوشت هم نمیخوریم، یواشاش بخند دیگه ایشان فرمودن نونم نمیخوریم تا ببینیم که اسرائیل کی میاد به سر وقت. میرم میگم آقا آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، فصل نونم که نه، بس هوا بخورن. و اینم از وضعیت قیمتا و تغذیه مردم. تازه این فقط بخشی از اون دوران مثلا طلایی و شکوهمند پهلویه که بعضیا تعریفشو میدن. و در آخر یه نکته مهمی رو بگم درباره این که بعضیا میگن زمان پهلوی اونقدر شغل وجود داشت که دیگه از خارج نیروی کار وارد میکردن. ببینید عزیزان، این یه افسانه است. اصلا زمان پهلوی صنعت و تولید ما در حدی نبود که بخواد همه شاغل باشن و تازه نیروی کار هم کم بیاد. تو همین مصاحبه ها وضعیت رو دیدیم دیگه، و اون نیروهای خارجی که می آوردن ایران برای کار معنیش این نبود که نیروی کار ایرانی کافی وجود نداشت. نه، علاوه بر این که اون موقع نیروهای کار ایرانی متخصص و کاربلد به اون صورت نبودن، شرکتایی هم که می اومدن ایران نمیخواستن نیروی ایرانی کارشون رو یاد بگیره. برای همین نیروهای خودشونو می آوردن و به کارگرای ایرانی هم کارهای ساده میدادن. اون زمان مثل الان نبود. الان حتی قطعات مهم و ضروری از صنایع نفت و فولاد و کشاورزی و صنعت هسته‌ای و نظامی و صنایع گوناگون دیگر رو خود ایرانی ها تولید می کنند با کیفیت بالا. و حالا ما با این حرفا دنبال انکار مشکلاتی که الان داریم نیستیم، ولی خب باید این حقایق گفته بشه، چون هر روز رسانه های ایران ستیز با اهداف سیاسی پلید مطالبی رو از پهلوی پمپاژ می کنند که اصلا وجود نداشت. به هر حال امیدوارم که این برنامه واسهتون مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنن که برنامه های دیگه‌مون هم ببینید. دمتون گرم، بدرود.